وقتتون بخیر. بیننده خبر بامدادی پنجشنبه 11 فروردین ماه از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن هستید. من سمیرا قرایی هستم. ابتدا نگاهی به مهمترین عناوین خبری. تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری‌خواهان کنگره خواستار توضیحات بلینکن درباره مذاکرات با ایران شدند. تهدیدهای فرمانده سپاه علیه همسایگان عرب ایران در خلیج فارس، روابط با اسرائیل قابل قبول نیست و ایران حضورش در منطقه را تحمل نمی کند. واکنش گسترده افکار عمومی به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه مشهد، شمار زیادی از معترضان خواستار تعلیق عضویت ایران در فیفا شدند. و مذاکرات به جایی نرسید و جنگ اوکراین ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید 4.5 میلیون کودک در داخل و خارج اوکراین آواره شدند. همزمان با وضع تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، اختلافات میان ایران و آمریکا بر سر شرایط امضای توافق احیا ادامه دارد. همزمان با وضع تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه برنامه موشکی ایران، وزرای خارجه ایران و روسیه تاکید کردند که برای دور زدن تحریم‌های غرب گام‌های عملی برمی‌دارند. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه گفت کشورش برای برداشتن گام‌های عملی در جهت دور زدن تحریم‌های غرب با ایران همکاری می‌کند. رویترز می‌نویسد روشن نیست منظور آقای لاوروف تحریم‌های غرب علیه روسیه است یا علیه ایران. امیر عبداللهیان نیز تحریم‌های غرب علیه روسیه را یک جانبه نامیده و آنها را رد کرده است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در حالی وضع شده که در کنگره فشارها بر دولت بایدن درباره مفاد مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد. شماری از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در نامه‌ای به آنتونی بلینکن درباره انعقاد توافقی ناقص هشدار دادند. آزاده کنگرانی گزارش می‌دهد. گذشت 7 سال از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی، 4 سال از خروج دونالد ترامپ از این توافق و گذشت 1 سال از مذاکرات مجدد برای احیای برجام. کلافی که باز شدن گره‌هایش همچنان نامعلوم است و باز شدن هر گره به عوامل مختلفی وابسته است. آمریکا 1 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکتشان در فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک ایران تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته نام فرد تحریم شده ایرانی محمد علی حسینی است و او با سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و صنایع شیمیایی پارچین در ارتباط است. آمریکا نگران است که اقدامات ایران در جهت تکثیر و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باشد و به بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه دامن بزند. از جمله این فعالیت‌ها، حمله موشکی اخیر ایران به اربیل عراق و همچنین حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت ایران علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی بوده است. آمریکا و عربستان گفتند این حملات با حمایت‌های تسلیحاتی ایران از حوثی‌ها ممکن شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با محمد بن زاید ولیعهد امارات تأکید کرد که آمریکا در برابر تهدید حوثی‌های یمنی تحت حمایت ایران کنار امارات متحده عربی ایستاده است. One of the things I made very clear to him is the value that we attach to that partnership. And that we are a true partner. امارات همیشه و در همه جای جهان همراه ما بوده، از جمله در افغانستان که شانه به شانه ما جنگید. برخی از پسران ولیعهد کنار ما بودند در افغانستان که اتفاقا یکی از اونها مجروح شد. این در خودش کار بسیار قوی و ویژه‌ای است. ما همچنان ادامه میدیم و در کنار آنها خواهیم بود. یکی از چیزهایی که به ولیعهد گفتم این است که ایالات متحده آمریکا متعهد میماند در حمایت از امارات متحده عربی در زمینه دفاع از خود در برابر تهدیدات حوثی‌های یمن.
از سوی دیگر کاخ سفید میگوید که با وجود تحریم‌های اخیر علیه برنامه موشکی ایران، توافق هسته‌ای از مسیر خود خارج نمی‌شود و این تحریم‌ها صرف نظر از اینکه توافق هسته‌ای حاصل شود یا نه، به قوت خود باقی خواهند ماند. همزمان گروهی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا ضمن ابراز نگرانی درباره تلاش دولت بایدن برای احیای آنچه توافق ناقص هسته‌ای ایران خواندند، در نامه‌ای به وزیر خارجه ایالات متحده خواستار ارائه توضیحاتی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. جان کورنین، سناتور جمهوری خواه آمریکا، هم در گفتگو با آرش علایی، خبرنگار ایران اینترنشنال، می‌گوید مذاکرات احیای برجام از بنیاد اشتباه است، زیرا جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌گیرد. من در جریان هستم که مردم اسرائیل و دیگر ملت‌های متحد آمریکا که نگران تهدیدهای رژیم ایران هستند، در این توافق لحاظ نشدند. این ملت‌ها نگران حمایت‌های مالی و پشتیبانی ایران از تروریسم در منطقه هستند و همچنین از احتمال دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای در نگرانی به سر می‌برند. به همین دلیل من مطلقاً اعتمادی به روند جاری مذاکرات ندارم و به این باور قطعی رسیدم که هر تلاشی که راه ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را برای همیشه سد نکند، دچار مشکل بنیادی نیست. همچنین دو مقام ارشد اسرائیلی گفتند که وزیران خارجه بحرین، مصر و امارات متحده عربی نیز از احیای برجام و پیامدهای آن در منطقه نگرانند و با حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مخالفت کردند. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی. سناتور تامی توبرویل به همکارم آرش اعلایی گفته است که مذاکره با کشوری که در جریان گفتگوها 12 موشک بالیستیک به سمت کنسولگری آمریکا در اربیل شلیک کرده اشتباه است. سناتور، با سپاس از وقتی که به ما دادید. دولت بایدن نزدیک به یک سال در حال مذاکره غیر مستقیم با جمهوری اسلامی است. به نظر شما این مذاکرات تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ بستگی داره. آمریکا در این مذاکرات حضور مستقیم نداره، بلکه عنان این مذاکرات در اختیار روسیه است که تأسف باره. اگر هم قرار باشه توافقی صورت بگیره، باید چهره به چهره صورت بگیره. باید طوری باشه که بتونیم با هم گفتگو کنیم و بتونیم به هم اعتماد کنیم که تمام جزئیات طبق توافق انجام بشه. ولی الان آمریکا در حاشیه است و بیشتر اخباری که از این مذاکرات درز میکنه دست دومه. Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC fired 12 missiles. سپاه پاسداران اخیراً چندین راکت به سوی شمال عراق شلیک کرد که نزدیکی سفارت آمریکا در یک ویلا فرود آمد. حالا خبرگزاری رویترز گزارش داده که ویلایی که مورد اصابت قرار گرفته متعلق به یک تاجر نفت و گازه. رویترز میگه هفته قبل از این حمله اون تاجر میزبان دو بازرگان اسرائیلی و آمریکایی در همون محل بوده. به نظر شما پیام ایران در پس این حمله موشکی چیه؟ به خصوص در زمانی که مذاکرات اتمی در جریانه. سپاه پاسداران خودش رو درگیر مذاکرات کرده تا هر چقدر میتونه از تحریم ها معاف بشه و همین هم باعث عدم پیشرفت مذاکرات شده. ما منتظر نتیجه نهایی خواهیم موند، اما نشانه خوبی نیست وقتی یکی از طرفهای مذاکره دست به رفتارهایی میزنه که خلاف منافع ماست. اگر سپاه الان که توافقی در میان نیست قراره اینجوری رفتار کنه، بعد از امضای توافق احتمالی میخوان دست به چه کارهایی بزنن؟ سپاه معمولا مسئولیت این گونه حملات رو بر عهده نمیگیره، اما این بار اونا بیانیه‌ای منتشر کردن و به طور کامل مسئولیت این حمله موشکی رو بر عهده گرفتن. یک کشور مستقل 12 راکت به کشور مستقل دیگری شلیک کرده بدون اینکه کوچکترین عکس‌العملی از طرف جامعه بین‌المللی متوجه اون بشه. آیا این نظم جدید جهانیه؟
چی بگم؟ به نظر من این داستان مثل تخلف انضباطی قبل از شروع بازی فوتبال میمونه که باید باعث باخت تیم متقلب بشه. دولت امریکا باید از این مذاکرات خارج بشه. اما تعجبی هم نداره. الان در امریکا ما وزیر خارجه سابقی داریم که 24 ساعته تحت حفاظت پلیس مخفی امریکاست. دلیلش هم اینه که سپاه برای کشتن اون جایزه گذاشته. حالا دولت بایدن میخواد باهاشون توافق کنه؟ فکر نمی‌کنم این توافق به جایی برسه. جاش هالی سناتور جمهوری خواه نیز میگوید بهتر از توافق میان ایران و آمریکا برای احیای برجام صورت نگیرد. او به همکارم آرش علایی گفته است که آمریکا نباید جمهوری اسلامی را رها کند تا سیاست‌های مخرب خود در منطقه را دنبال کند. پس از یک سال مذاکره با جمهوری اسلامی، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران چند روز پیش گفت که توافق اتمی نه قطعی است و نه نزدیک. برداشت شما از این گفته چیه؟ بهتر. امیدوارم هیچ توافقی با جمهوری اسلامی صورت نگیره. با بازگشت آمریکا به توافق اتمی مخالفم. با برداشته شدن تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی مخالفم. با برداشته شدن محدودیت‌ها بر علیه بخش انرژی ایران، به خصوص بخش انرژی هسته‌ایش مخالفم. به نظر من آمریکا باید روی افزایش توان تولید داخلی نفت و گاز تمرکز کنه، به جای اینکه دست به دامن کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا بشه. بنابراین از بن و پایه با سیاست دولت بایدن در این زمینه مخالفم. هفته پیش سپاه پاسداران چندین راکت به سوی شمال عراق شلیک کرد که در یک ویلا فرو اومد. حالا خبرگزاری رویترز گزارش میده که ویلایی که مورد اصابت قرار گرفته متعلق به تاجر نفت و گازه. به نظر شما پیام ایران در پس این حمله موشکی چیه؟ به نظر پیام تهدیدآمیزیه. بذار اینجوری بگم، این ایده دولت بایدن که جمهوری اسلامی رو رها کنن تا مانند یک دیوانه هر کاری در منطقه میخواد انجام بده، ایده بسیار خطرناکیه. مخصوصا خطر این سیاست در زمان حال دو چندان شده، در حالی که روسیه انان این مذاکرات در دست گرفته و حالا روس‌ها هم خواسته خودشون رو در این مذاکرات به بقیه تحمیل میکنن. Extracting concessions for themselves at the negotiating table has been reported. I think it's terrible. بنابراین از دولت بایدن مصرانه میخوام که مذاکرات با جمهوری اسلامی رو ترک کنن، تحریم های ایران رو دست نخورده بذارن و تولید نفت داخلی آمریکا رو افزایش بدن. Thank you so much, Senator. Thank you for your time. یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته است که دولت بایدن شرط خارج کردن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را دست برداشتن ایران از پیگیری انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی تعیین کرده است. رادیو فردا به نقل از این منبع آگاه نوشته است که نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی از برنامه‌ریزی ایران برای اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که به زعم ایران در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتند. در چنین شرایطی به گفته منبع آگاه موافقت آمریکا با خروج سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی غیر ممکن است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از تهدید برخی مقامات دولت سابق آمریکا از سوی سپاه قدس پاسداران منتشر شده بود. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در استودیو همراه با من. آقای ندیمی خیلی خوش آمدید. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی برای این پروژه گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی چنین برنامه مدون و حالا با جزئیات و برنامه ریزی شده ای داشته که در نهادهای امنیتی آمریکا بهش اشاره شدن و حالا بدل شده به یکی از شرایط احیای برجام؟ بله، در ماه‌های اخیر به طور مشخص مقامات قضایی ایران اشاره کرده بودند که نام 127 نفر رو دارن به عنوان افرادی که در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتن و از این 127 نفر 74 نفر اتباع آمریکایی هستند. خب طبیعتاً آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، همینطور مایک پامپیو و برایان هوک در صدر این لیست قرار دارند و از ژانویه 2022، از ژانویه امسال، وزارت خارجه آمریکا دو بار کنگره آمریکا رو اطلاع داده بود بهش درباره تهدیدهای بسیار جدی که نسبت به جان آقای پومپیو و همینطور آقای هوک وجود داره و از کنگره خواسته بود که اجازه محافظت 24 ساعته از این دو فرد رو صادر بکنه که در حد اعضای کابینه دولت از اونا محافظت میشه. این مشخص هستش که جمهوری اسلامی میخواد، مصمم هستش که
قتل قاسم سلیمانی رو تلافی بکنه و این کار شامل اقداماتی در داخل خاک آمریکا هم میشه. چندین بار فرماندهان سپاه پاسداران هم به این موضوع اشاره کردن، حتی آقای سلامی یک بار به طور غیر مستقیم آقای ترامپ رو تهدید کرد که در ریزورت خودشون در فلوریدا به قتل خواهد رسید. بنابراین به نظر میرسی که واقعا این تصمیم وجود داشته و اطلاعات دقیقی رو هم در دست مقامات آمریکایی وجود داره که این اتفاق ممکنه یک روز بیفته. آقای ندیمی، به لحاظ تکنیکی اگر میشه برای ما توضیح بدید که چطور این نگرانی آمریکا در رابطه با انجام ترور مقام‌های دولت سابق، این نگرانی آمریکا از یک سو و بعد خارج کردن سپاه از FTO، اینها رو چطور میشه به هم وصل کرد؟ یعنی میخوام به لحاظ تکنیکی توضیح بدید که این دو چگونه به هم مرتبط است. خب به هر حال سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده از سال 2019 به وسیله آمریکا و یکی از دلایلش هم اقداماتی که نیروی قدس سپاه یا بازوی خارجی سپاه پاسداران همینطور نیروهای اطلاعاتیش در خارج از ایران انجام میدن علیه ایرانی هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و همینطور اتباع خارجی. در این مورد خاص طبیعتاً به خاطر اینکه قاسم سلیمانی یک عضو سپاه پاسداران بوده، یک از فرماندهان سپاه بوده، طبیعتاً این انتظار وجود داره که سپاه پاسداران به طور جدی در تلافی جویی قصاص این قتل نقش داشته باشه. آقای رئیسی اگه خاطرتون باشه در بعد از اینکه رئیس جمهور شد اشاره کردش که باید متهمین قتل سلیمانی در دادگاه محاکمه بشن و اگر محاکمه نشدن باید مسلمانان نسبت به قصاص کردن اونا اقدام میکنن. یعنی در بالاترین مراجع قانونی جمهوری اسلامی این چراغ سبز داده شده که این کار انجام بشه. خب طبیعتاً سپاه پاسداران هم به عنوان بازوی انقلاب اسلامی، به عنوان بازوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی متهم ردیف اول در این زمینه هستش. بله آقای ندیمی، به نظرتون جمهوری اسلامی میگذره از این برنامه‌ای که داشته برای خاطر احیای برجام؟ سوال خیلی خوبیه. مشخص نیست، باید دید که چه امتیازی در مقابلش خواهد گرفت. ببینید، موضوع برداشته شدن اسم سپاه پاسداران از لیست FTO صرفا یک موضوع سمبولیک و روانی هستش. شاید جمهوری اسلامی بخواد که در مقابل گذشتن از خونه قاسم سلیمانی خیلی امتیازهای بیشتری بگیره، از جمله رفع تحریم‌های که از سال 2007 علیه سپاه پاسداران و دیگر مقامات اصلی جمهوری اسلامی به وجود اومده که نمونش هم همین امروز دیدیم که صنایع موشکی ایران مجددا تحریم‌های نسبت بهش انجام گرفت. من فکر می‌کنم اونا خیلی جدی‌تر و مهم‌تر از صرفاً یک موضوع و یک تحریم روانی و سمبولیک باشه. بله خیلی متشکرم از شما فرزین ندیمی، در استودیو من رو همراهی کردید. فرماندهی سپاه پاسداران برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس را که به گفته او ارتباطی سیاسی و امنیتی با اسرائیل برقرار کردند تهدید کرد و این روابط را غیر قابل قبول خواند. سرلشکر حسین سلامی افزود حضور اسرائیل در این کشورها قابل تحمل نیست و لازم است که این کشورها در مشی سیاسی خود تجدید نظر کنند. غسان آشور کارشناس عراق و منطقه از بوستون همراه ماست. آقای آشور، این که فرمانده سپاه پاسداران در بازدید از ابو موسا صراحتاً کشورهای عربی منطقه رو تهدید کرده، به نظر شما تا چه حد باید جدی گرفت تهدیدات او رو؟ بله، حدود 2.5 سال پیش ایران موشک‌های کروز و پهپادهاش تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو مورد هدف قرار داد. همین در واقع در گذشته نزدیک ما شاهد هستیم که حوثی‌ها موشک‌های بالستیک و حتی پهپادهای کوچک به امارات می‌زنند. عراق رو هم که 2 هفته پیش ایران موشک بالستیک 12 موشک به حسد برای بین آقای فرمانده سپاهی که صحبت کرده تهدید نمی‌کنه، بلکه در عمل این اتفاق افتاده. حالا این به معنی این نیست که ایران تمایل داره که هر روز بیاد مثلا موشک بزنه و وارد جنگ تمام عیار با این کشورها بشه، خاطر اینکه الان در این مرحله اصولاً نفعی برای ایران نداره و اون تهدید به هم زدن و از امنیت منطقه و تهدید ناامن کردن این کشورها برای ایران منفعت بیشتری از جنگ واقعی با این کشورها داره. بنابراین در حد اینکه بعضی وقتها بیاد اینها رو بزنه عمل میکنه، اما اگر لازم بشه، اگر مثلا
برجام به جایی نرسه و آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها ایران رو بیان لحظات اتمیشو بزنن، در اون صورت ایران بیاد تلفی میکنه و احتمال زیاد بیاد خطوط نفت رو بزنه. ایران در سال‌های گذشته هیچ وقت به اسرائیل مستقیم یا حتی غیر مستقیم در واقع حمله نکرده، به آمریکا هم چنین مستقیم یا غیر مستقیم حمله نکرده، همیشه به کشورهای عربی اطراف حمله کرده. برای این در صورت درگیری جدی که باعث بشه مثلا ایران سیستم موشکیش یا اون توانایی موشکیش و اتمیش از دست بده، احتمال زیاد به طور تمام عیار میتونه به کشورهایی مثل امارات، عربستان سعودی و غیره حمله بکنه. اما در این مرحله تهدید آقای فرمانده سپاه جدی هستش، با اینکه در گذشته اتفاق افتاده و احتمالاً ممکن هستش در صورت لزوم هر وقت که ایرانی ها حداقل سپاه لازم ببینه یا رهبری ایران لازم ببینه از این تهدید رو دوباره در واقع استفاده بکنن. بله آقای آشور، سال پیش حسن روحانی از ابتکار هرمز گفت، ابتکاری که بیان کشورهای منطقه با هم همکاری بکنن و امنیت خلیج فارس رو تامین بکنند. امسال این تهدیدات رو ما از زبان این فرمانده نظامی شنیدیم. شما چطور این تناقضات رو تحلیل میکنید؟ تفسیر ایران از مذاکره با کشورهای عربی در واقع تفسیری خاص به خود ایران هستش. یعنی در واقع ایران به این کشورها مثلا بیاد فشار بیاره یا از طرف میلیشیا حمله بکنه، اینها رو ناامن بکنه، بعدن بیاد بگه که خب در مقابل اینکه ما بیایم مثلا بیشتر از این ناامن نکنیم یا اینکه متوقف بکنیم این ناامنی رو، شما بیایید امتیازها رو بدین. در واقع داره فشار میاره که بتونه امتیازاتی بگیره بیشتر از اینکه مذاکره داره میکنه. در وقتی ما صحبت مذاکره میکنیم، صحبت به دبستان هستش، یعنی یه چیزی میدی یه چیزی میگیرید. اون اتفاقی که میفته این هستش که ایران فقط درخواست هایی داره، در واقع میخواد اون چیزهایی رو که به زور داره میگیره مثلا بیاد اینها رو بر روی کاغذ رسمی بکنه. این مذاکره نیست. در واقع اگر ایرانی ها یا جمهوری اسلامی این رو مذاکره میخواد اسمشو بذاره، این فقط خاص به اونها هستش و در واقع من فکر نمی کنم که ایران جدی هستش در امتیاز دادن در مقابل امتیاز گرفتن. بله خیلی متشکرم از شما غسان آشور. بیننده و شنونده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. مروری بر مهمترین عناوین خبری. آمریکا یک مقام و 4 نهاد ایرانی را به خاطر مشارکت در برنامه موشکی تحریم کرد. فرمانده سپاه همسایگان عرب ایران در خلیج فارس را به خاطر عادی سازی روابط با اسرائیل تهدید کرد. و در ادامه این بخش خبری، واکنش گسترده افکار عمومی ایران به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه مشهد. شمار زیادی از معترضان خواستار تعلیق عضویت ایران در فیفا شدند. و مذاکرات به جایی نرسید و جنگ اوکراین ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید 4.5 میلیون کودک در داخل و خارج اوکراین آواره شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که مسئله جلوگیری از حضور زنان علاقه‌مند به تماشای بازی ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد را پیگیری خواهد کرد. برخی خبرها حاکی از احتمال حذف فوتبال ایران به دلیل نقض قوانین فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه است. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران گفته است هیچ خطری حضور فوتبال ایران در جام جهانی را تهدید نمی‌کند. فیفا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال تاکید کرد گزارش های نگران کننده ای درباره ورزشگاه مشهد دریافت کرده و در این باره از ایران توضیح خواسته است. احمد وحیدی وزیر کشور در واکنش به حمله نیروی انتظامی به زنان گفت پلیس به طور طبیعی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است. با این حال ماجرای برخورد با زنان فوتبال دوست در مشهد با ساب گسترده‌ای در فضای مجازی و حتی چهره‌های سیاسی داشته. فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال تهران، سردار آزمون ستاره تیم ملی و بایر لورکوزن، وریا غفوری و مجتبی جباری ستاره پیشین تیم ملی و استقلال راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها را شرم‌آور خوانده و محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی نیز در بیانیه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی ورزش ایران را به گروگان گرفته و اجازه ورود زنان نیمی از جمعیت ایران را به استادیوم‌های فوتبال نمی‌دهد.
با بلیط‌هایی در دست رفته بودند تا تیم ملی کشورشان را تشویق کنند. امید داشتند که فشارهای فیفا گشایش ایجاد کرده باشد و این بار زنان ایرانی هم وارد ورزشگاه شوند. اما در ورزشگاه نه تنها به در بسته خوردند، بلکه با گاز فلفل از آنها استقبال شد. تصویر زنانی که روز گذشته در مشهد از سوزش چشمهایشان فریاد می‌زدند، پشت صحنه نازیبای مستطیل سبز به سبک جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. یک بازی ملی که نیمی از شهروندان حق تماشایش را نیافتند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد. شکست جمهوری اسلامی از زنان در آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی، در روزی که باز هم به زنان اجازه ورود به استادیوم را ندادند. در شهر مشهد، جایی که امام جمعه‌اش دیدگاه‌های افراطی درباره زنان دارد. زش قهرمانی، یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. در مسابقه‌ای که در ورزشگاه امام رضا برگزار شد، سهم تیم ملی ایران 2 گل بود و سهم زنان ایرانی اسپری فلفل و خشونت. در حالی که عده زیادی از زنان برای تماشای بازی بلیط خریده بودند، نتوانستند از این فنس ها عبور کنند. انتشار این فیلم ها باعث شده به گفته یک عضو هیئت رئیسه فوتبال اخبار نگران کننده از تصمیمات فیفا و AFC به گوش برسد. خبرهایی که باعث شده مقام های ایران صورت مسئله را عوض کنند. تنها عذرخواهی کافی نیست، بلکه باید وجود اونها رو به اونها برگردونن، واقعا ازشون عذرخواهی جدی بکنن. فدراسیون فوتبال هم در اقدامی شتاب زده مدعی شد تنها 9 زن بلیط واقعی خریده بودند و بقیه با بلیط جعلی آمده بودند. اومدیم اینجا میگن فقط به خاطر اینکه یک نفر دستور داده که نرم خانم داخل، ما رو اجازه نمیدن. مسئولان ایران 3 سال پیش تحت فشار فیفا اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را صادر کردند. فیفا تهدید کرده بود در صورت راه ندادن زنان، فوتبال ایران را محروم می‌کند. اما جز چند حضور گزینه شده در چند بازی کم اهمیت، جای زنان در ورزشگاه‌ها خالی ماند. راهکاری که مقام‌های جمهوری اسلامی نشان دادند در آن تخصص دارد: فروختن تصویری جعلی از ایران به جهان. اما در این بازی که ابتدا قرار بود بدون تماشاگر برگزار شود، تشت رسوایی مقام های ایران افتاد. خشونت علیه زنانی که تنها جرمشان این بود که می‌خواستند با حجاب نام تیم ملی کشورشان را فریاد بزنند. اما مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران موضوعی ورزشی نیست. مقام های ارشد نظام بارها مخالفت خود را با حضور زنان در استادیوم‌ها اعلام کردند. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه فرمانده وقت نیروی انتظامی ورود زنان به ورزشگاه‌ها را ممنوع و خلاف دانست. سال 85 محمود احمدی نژاد که با حمایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی به قدرت رسیده بود، برای کسب محبوبیت از سازمان تربیت بدنی خواست امکان حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم کند. در نامه منتسب به خامنه‌ای که رسما تایید نشد، او از احمدی نژاد خواست به دلیل مخالفت مراجع تقلید دستور ورود زنان به ورزشگاه ها را لغو کند. با توجه به نظر قاطع رهبر جمهوری اسلامی به نظر می رسد حضور زنان در ورزشگاه ها پروژه‌ای موقت برای کلاه گذاشتن سر فیفا بود که به نظر می رسد پیامدهای بدی برای فوتبال ایران داشته باشد. مهمترینش تعلیق فوتبال ایران. مقام های جمهوری اسلامی بارها فیفا را به دخالت در امور داخلی ایران و سیاسی کاری متهم کردند. در فوتبالی که سر تا پایش را سیاست فرا گرفته. بعد از آبروزی خشونت علیه زنان در مشهد، رئیس دولت 13 دستور داده حواشی بازی ایران و لبنان بررسی شود. تقلیل متن خشونت علیه زنان به حواشی فوتبال. در فوتبالی که رهبر جمهوری اسلامی اگر ترکیب تیم را نچیند، ترکیب تماشاگران را شخصا تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن، لندن. 36 روز از حمله روسیه به اوکراین گذشت. یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی بریتانیایی میگوید برخی سربازان روسی دیگر به فرامین پوتین گوش نمیدهند. زلنسکی میگوید ماحصل مذاکرات صلح فعلا فقط کلماتی تو خالی است.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید مذاکرات صلح با روسیه ادامه دارد، اما همه چیز تا کنون در حد حرف بوده و دستاورد ملموسی در این مذاکرات حاصل نشده است. زلنسکی همچنین اضافه کرد روسیه در حال تمرکز نیروهایش در منطقه دونباس در شرق اوکراین است تا حملات جدیدی را ترتیب دهد. در همین حال وزیر خارجه فرانسه نیز میگوید هیچ پیشرفتی در مذاکرات میان روسیه و اوکراین حاصل نشده. ولادیمیر زلنسکی در تازه ترین پیام ویدیویی خود میگوید رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی که با او داشته قول کمک اضافه 500 میلیون دلاری به اوکراین داده. من حدود یک ساعت با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با جزئیات در مورد مسائل مختلف صحبت کردم. به خاطر 1 میلیون دلار بسته های جدید کمک های بشر دوستانه آمریکا و همینطور 500 میلیون دلار کمک قبلی از او تشکر کردم. همچنین تأکید کردم که الان در نقطه عطف قرار داریم. توضیح دادم که اوکراین به چه چیزهایی احتیاج داره و چقدر کمک های آمریکا برای اوکراین ضروریه. یونیسف اعلام کرده که از زمان حمله روسیه به اوکراین حدود 2 میلیون کودک مجبور به فرار شدند و این رقم حدود نیمی از کل پناهجویان را تشکیل می‌دهد. بنابر گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در جنگ اوکراین بیش از 100 کودک در نتیجه درگیری‌ها کشته و بیش از 130 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش یونیسف بیش از 2.5 میلیون کودک اوکراینی هم در داخل این کشور آوارند. رئیس ستاد ارتباطات دولت بریتانیا میگوید سربازان روسی در اوکراین به سرپیچی از فرماندهان مافوق و خرابکاری در تجهیزات نظامی رو آوردند. جرمی فلمینگ میگوید وضعیت نیروهای نظامی روسیه در اوکراین نشان میدهد که ولادیمیر پوتین در ارزیابی وضعیت جنگ در اوکراین و مقاومت مردم این کشور اشتباه بزرگی کرده است. مدیر روابط عمومی کاخ سفید با اشاره به اینکه مشاوران ولادیمیر پوتین به او اطلاعات غلط می‌دهند گفت جنگ پوتین یک اشتباه استراتژیک بود که روسیه را در دراز مدت ضعیف‌تر می‌کند. من قطعا سخنگوی کرملین نیستم و نمیتونم بگم چه چیزی در سر ولادیمیر پوتین میگذره. چیزی که میتونم بگم اینه که ما اطلاعاتی داریم که نشون میده پوتین احساس میکرده از سوی ارتش روسیه گمراه شده، که این منجر به تنش مداوم بین پوتین و رهبران نظامی او شده. ما معتقدیم که پوتین از سوی مشاورانش در مورد عملکرد بد ارتش روسیه و اینکه چطور اقتصاد روسیه توسط تحریم‌ها فلج شده اطلاعات نادرست دریافت می کرده. زیرا مشاوران ارشد او از گفتن حقیقت می‌ترسیدند. بنابراین این نشون میده که جنگ پوتین یک اشتباه استراتژیک بوده که روسیه رو در دراز مدت ضعیف‌تر کرده و اون کشور رو در صحنه جهانی منزوی ساخته. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از روسیه به دلیل استفاده از بمب‌های با قدرت تخریبی بالا انتقاد کرد. استفاده مداوم از سلاح‌های انفجاری با اثرات وسیع در مناطق پرجمعیت نگران کننده است. علاوه بر این، دفتر من ادعاهای معتبری دریافت کرده است مبنی بر اینکه نیروهای مسلح روسیه حداقل 24 بار از مهمات خوشه‌ای در مناطق پرجمعیت استفاده کردند. ما همچنین در حال بررسی ادعاهای مبنی بر استفاده نیروهای مسلح اوکراین از چنین سلاح‌هایی هستیم. That Ukrainian armed forces have used such weapons. با گذشت بیش از یک ماه از شروع جنگ اوکراین 4 میلیون نفر از شهروندان اوکراین چمدان در دست به کشورهای همسایه رفتند. بزرگترین موج جابجایی در قاره اروپا بعد از جنگ جهانی دوم. جزئیات بیشتر در گزارش تناز خامه از لویو در غرب اوکراین. اینجا ایستگاه قطار لویو در غرب اوکراینه، ایستگاه قدیمی اما مدرن در قلب اروپا. مسیر لویو شمش لهستان از اولین مسیرهای ساخته شده است که حالا و بعد از گذشت بیش از یک قرن راه نجات هزاران پناهجوی اوکراینی شده. 4-5 هفته پیش وقتی که جنگ شروع شد، اینجایی که من ایستادم تمام این مسیر پر از پناهجویانی بود که از شهرهای مختلف اوکراین به اینجا می اومدن. الان به نظر میرسه که شرایط اینجا آروم‌تر شده و تعداد این پناهجویان کمتر شده.
قطارها یکی پس از دیگری میرسند. از شهرهایی که به رنگ قرمز در آمدند و هفته ها زیر بمباران و یا تصرف روس‌ها بودند. کیف، خارکیف، زاپوریژیا. ما از خارکیف تازه رسیدیم. بیشتر از 20 ساعت تو راه بودیم. شرایط خوب نیست. آب و برق و گاز نیست. چاره‌ای نداشتیم جز اینکه شهر رو ترک کنیم. تا حالا هم اگه بیرون نیومدیم چون مسیر فقط به روسیه باز بود. چرا باید می‌رفتیم به کشور دشمن؟ در گوشه و کنار این ایستگاه مسافرانی را می‌بینم که خسته و درمانده‌تر از همیشه‌اند. کسانی که خانه زندگی و عزیزانشان را رها کردند، نمی‌دانند به کجا می‌روند. ما از زاپوریژیا تازه رسیدیم. نمی‌دونیم کجا می‌خوایم بریم یا می‌تونیم بریم. شاید لهستان. تا امروز داوطلبانه به مردم و سربازا کمک می‌کردیم، اما دیگه شرایط بدی بود. چاره‌ای جز ترک خاک و خونمون نداشتیم. و دیگر خانواده‌هایی که در این مکان با هم خداحافظی می‌کنند و نمی‌دانند چه زمانی همدیگر را خواهند دید. یکی از این افراد الکساندر، نوازنده مشهور ویولن و آهنگسازه که دوربین ما لحظه خداحافظی از همسرش را به تصویر می‌کشد. زندگی همه ما به شکل باور نکردنی تغییر کرده. من ماه پیش همسر و دخترم را زود به یک کشور امن فرستادم. برای چند روز همسرم برگشت و دیداری داشتیم و الان دوباره راهی شده. خیلی نگرانم و ناراحت از این شرایط. دخترم بیقراری و گریه میکنه. سخته برای همه ما. فضای اینجا مملو از احساسای متفاوت است. غم، شادی، ترس، دلتنگی، اما همراه با غرور و افتخار. سلام اوکراین. هرویم سلام. خب، تناز خامه، اوکراین. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه در شرق چین با وانگ یی، همتای چینی خود، دیدار و گفتگو کرد. روسیه میگوید در این دیدار چین تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله به اوکراین را محکوم کرده و آنها را غیر سازنده نامیده است. چین و روسیه میگویند برای گسترش فعالیت‌های دو جانبهشان مرزی وجود ندارد و دو کشور همچنان به عنوان دو عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد به همکاری ادامه خواهند داد. چین در استان آنهوی میزبان یک نشست دو روزه در مورد افغانستان است. در 5 سال گذشته به طور متوسط سالی 30,000 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند. مقامات جمهوری اسلامی تمام و کمال از کودک همسری حمایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم شبنم آذر. کودکان قربانی سیاست افزایش جمعیت، کودکان مناطق محروم بیش از دیگر نقاط کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان غربی و شرقی، خوزستان، هرمزگان و اصفهان در صدر قربانیان کودک همسری. شاید بتوان گفت کودک همسری کلمه ترکیبی خود ساخته در کشورهای مرد سالار و سنت زده است که سعی دارد عمل تجاوز قانونی به دختر بچه ها با اذن والدین را توجیه کند. گزارش تازه مرکز آمار تکان دهنده است. در 5 سال گذشته 131,365 دختر زیر 15 سال ازدواج کردند. از سال 96 تا کنون سالانه به طور متوسط حدود 30,000 دختر زیر 15 سال قربانی ازدواج در کودکی بودند، در حالی که متوسط ازدواج پسران در این گروه سنی بین 20 تا 40 نفر است. در بهار سال گذشته تعداد ازدواج ثبت شده دختران 10 تا 14 ساله با رشد 32% نسبت به سال قبل مواجه بود. رکوردی کم سابقه برابر با بیش از 9,700 ازدواج. سال 99 بیش از 5% از کل ازدواج‌های ثبت شده در ایران مربوط به ازدواج کودکان زیر 15 سال بود. اگرچه غالباً ازدواج کودک دختران را به سنت‌ها، فقر فرهنگی و اقتصادی منتسب می‌کنند، اما از منظر دیگر این پدیده سیاه اجتماعی محصول رویکردی سیاسی و تبلیغی است. ما 3 سال پیش با هم آشنا شدیم. من 16 سالم بود که خدا رو شکر با خانومم که 14 سال بود آشنا شدم. خدا رو شکر.
در شرایطی که با آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت مقامات از یک دست شدن دیدگاه‌های نظام ابراز خرسندی می‌کنند، کافی است نگاهی بیاندازیم به رویکردهای تازه در موضوع افزایش جمعیت. احمد وحیدی وزیر کشور ایران اخیراً درباره سیاست افزایش جمعیت اظهار نظر کرده. او با حمایت از کودک همسری مبنای قانون در این زمینه را فقه دانسته. وزیر بهداشت دولت رئیسی هم شعار تازه‌اش این است: فرزند بیشتر، نشاط بیشتر. او از سالهای اول انقلاب به عنوان دوران طلایی رشد جمعیت یاد می‌کند و می‌گوید یکی از اهدافش رشد جمعیت در روستاهاست. او به عنوان وزیر بهداشت نه تنها به طرح جوانی جمعیت مجلس و حذف اقلام ضد بارداری که حق ابتدایی اختیار زنان بر بدنشان را سلب می‌کند اعتراض نکرد، بلکه وعده داد بسیجیوار قرارگاه جمعیت جوانی راه می‌اندازد. ازدواج‌های سخت، این ازدواج‌های دیر، این فرزندآوری کم. در میان این اقدامات بنیادین برای بهره برداری از بدن زنان به عنوان ابزاری سیاسی، جای تعجب نیست که کودک دختران مناطق محروم بیش از پیش در تیررس هدف و در معرض خطر این تجاوزهای قانونی قرار بگیرند. کما اینکه در سالهای اخیر تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مربوطه هم با دخالت برخی مراجع تقلید و مقامات بی‌نتیجه مانده. علت اینکه این طرح در کمیسیون رأی نیاورد همین بحث مسائل فقهی و مسائل شرعی است در بحث سن ازدواج. آمارها هشدار دهنده است، چه آمارهای داخلی چه بین‌المللی، آن هم در کشوری که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از نظر شکاف جنسیتی یکی از 5 کشور نخست جهان است. شبنم آذر. تروست یانتس، شهری در شمال شرقی اوکراین، جایی که روزگاری چایکوفسکی معروف‌ترین آهنگساز روس آن را خانه نامیده بود. حال این شهر مثل خانه پدری چایکوفسکی ویران شده. شهروندان گرسنه و خسته در انتظار کمک یا پایان جنگند. ممنونم که در خبر بامدادی پنجشنبه من رو همراهی کردید. تا بعد.